و برم سراغ جناب آقای سعید آذری مدیر عامل محترم باشگاه ذوب‌آهن که میهمان این لحظه ما هستن. آقای آذری سلام، شب شما بخیر. عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما و دوست خوب و همرز سابق اون جناب مینابم. عزیز من آقای آذری زنده باشید. سعید خان آذری یکی از ستاره هایی که آوردید باش قرارداد بستید و ستاره شد، اوساگوناست. امروز من با مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان صحبت می‌کردم، گفتن که خبری از مذاکره سپاهان با اوساگونا نیست، اما گویا سپاهان باش مذاکره کرده و بعدش نمیاد که این مهاجم رو به خدمت بگیره. حتی تیم‌های دیگر مثل استقلال، چه این اتفاقی بوده؟ ما آخرین صحبت آقای آذری صدتون قطع و وصل میشه. هفته گذشته با اوساگونا صحبت کردم، اوساگونا میگفت من یکی دو تا پیشنهاد از قطر و کویت برام اومده و ایران و یه چیزی حدود 500 هزار دلار میخوام که بیام ذوب‌آهن. 500 هزار تا میخواد که بیاد ذوب‌آهن؟ گفت 500 هزار تا میخوام که بیام ذوب‌آهن. گفتم پس شما اون پیشنهادات رو بررسی کن، چون ذوب‌آهن نه یه همچین پولی رو داره و اگرم منابع مالی در این حد داشت من نمیذاشتم 500 هزار دلار. قرارداد فصل پیشش چقدر بوده؟ ما نیم فصل پارسال با ایشون قرارداد بستیم، چون پارسال ایشون توی عمر سلال یه آسیب دیدگی داشت و مربیشون رو گذاشته بود بیرون. از چه ناحیه‌ای؟ از ناحیه عضلات دوقلوی پای راستش. درسته. یه مدتی تمرین نمی‌کرد و آمسوری هم فیلم‌های قبلیش رو دیده بود. یه روز با هم که صحبت می‌کردیم به من گفت آقا داریم ورزشگاه بهبود پیدا کرده و مربی گذاشتش بیرون. من فکر کنم اگه بیاد به ما اضافه بشه با توجه به زمانی که داریم کمک می‌کنه. آوردیمش و 80 هزار دلار قرار داد خودش بود و 10 هزار دلار هم ایشون از پول خودش داد به ایجنتش. یعنی کلن شما 80 تا بهش دادید؟ ما 80 تا بهش دادیم. بر بعد 80 تا، یعنی اگه میخواستی یه فصلم ببنده 160 تا میشد، الان 500 تا میخواد. اتفاقا ما سال قبلش با ایشون در مورد موندنش برای امسال مذاکره کردیم. ایشون یه ایجنت مراکشی بلژیکی داره به نام آقای محمد عزتی. اون موقع اون نذاشت که قرار داده. محمد عزتی خودم کنیا. نه اون نیست. جواد. آقا یه جور دیگه گفت. نه جواد. نه یه محمد عزتی دیگه دوست مشترک داریم. محمد عزتی آقا اینجوری گفتی آقا. آره من سعی کردم آمین آمد جداش کنم. آره بعد ایشون مخالفت کرد. خود اوساگونا اتفاقا موافق بود که ما قرار داده امسالش هم با 20% افزایش حدود 200 هزار دلار ببندیم و 200 هزار دلار باز پول ایجنتش از همون 200 هزار تا خودش بده که قرار داد منعقد نکرد و الان خواهان 500 هزار تاست که فکر نمی کنم ذوب‌آهن سرسام‌آور 500 هزار تا پولی رو بده. آقای آذری چه خبر از نقل و انتقالاتتون؟ اگر خبری برای هواداران ذوب‌آهن هست بفرمایید میشنویم. ما فکر میکنم که تیممون رو در نهایت تونستیم از 35 بازیکنی که سال گذشته داشتیم فقط اوساگونا و رشید و حسینی فقط از ما جدا شدن که خب رشید و حسینی کاملا مشخص بود، چون رشید نیم فصل سال قبلا با ما صحبت کرده بود که اگه بشه شرایط جدیدی رو تجربه کنه. حسینی هم نیم فصل پارسال میخواست از ما جدا شه، حتی بعد از ارزوی اهواز که رفتیم با علی آقا صحبت کرده بود ولی آقا منصوریان اجازه نداد و اوساگونا که الان چه. آقا یه سوال خیلی مهم، ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم چون 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم. تراکتور سازی آقای صادقیان گفته که تا 19 شهریور سه تا سرباز شما قرارداد و سربازیشون تموم نمیشه، بعد با هم مذاکره بکنیم حل بشه که برگردن. مذاکره صورت گرفته یا نیم فصل تو تراکتور سازی میمونن؟ آقای زانوزی دوست خوبم تشکر کنم، امروز دیدم یه مصاحبه ای رو کرده بود که بچه‌های ما برمیگردن. این نشون دهنده میهن پرستیه جناب آقای زونوزی هست. از آقای صادقیان مدیر عامل تراکتورم واقعا تشکر میکنم. ولی یه نکته اینجا هست، اینا تا 19/6 سرباز هستن، هیچ قراردادی با تراکتور ندارن و چون قرارداد قبلیشون پاورجاست و نیاز به عقد قرارداد جدیدی با ذوب‌آهن ندارن، این سه تا بازیکن هر وقت بیان، چون ما قراردادهای قبلیشون رو فسخ نکردیم وارد لیگ خواهند شد. این شامله حال کسایی خواهد بود که میخوان قرارداد جدیدی رو منعقد کنن. اگه کسی میگه که این سه تا اگه برمیگردن بعد تو فرجه 2 تا پنجره نقل انتقالاتی باشه،
این اشتباه وجود داره بله. که پس چون قرارداد دارن مشکلی نیست. این به کسایی اطلاق میشه که قرارداد ندارن. این دو تا این سه تا قهرمان ما هر سه تاشون تا یه سال نیمه دیگه با قرارداد دارن. این قراردادایی که زو با هم به این شکل می‌بنده دراز مدت. خیلی متشکرم آقای آذری، ممنونم از پاسخ خوبیتون، شب خوبی داشته باشید. قربون شما برم. خداحافظ. یا علی مدد.